دهمین روز از ماه سپتامبر، بیستمین روز از ماه شهریور با سیومین برنامه پیرامون تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب از دریچه و پنجره تلویزیون پارس در خدمت شما بزرگواران و بینندگان عزیز هستیم. عرض درود و سلام و احترام. پیرامون زندگانی علی، بحثمان به مقدمات جنگ صفین رسید با شرح و بستی که نیاز داریم دولت‌های ایدئولوژیک رو بشناسیم، از جمله رژیم جمهوری اسلامی رو. به آنجا رسیدیم که رژیم‌ها یا دولت‌های ایدئولوژیک سعی می‌کنن همیشه وعده‌های بزرگ بدن، وعده‌هایی که توده‌ها رو جلب کنه، تشویق کنه، تحریک کنه، تطمیع کنه که با رفتن این رژیم و آمدن رژیم دیگر که حامل و عامل یک ایدئولوژی است، ایران ما بهشت میشه، زندگی ما خوب میشه، همه چیزمون رو به راه میشه. اینکه شما میبینید بسیاری از افراد در سال 57 فکر میکردن با نشستن هواپیمای امام دیگر همه چیز صلح و صفا میشه، دوستی و رفاقت میشه، ایران گلستان میشه و فردا که بهار آید داستان‌های دیگر رخ میده، رخ نداد. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه آن ایدئولوژی به قدری بر ذهن شما مسلط میشود که شما واقعیت رو درک نخواهید کرد. پدیده‌های اجتماعی، سیاسی به قدری چند لایه و متنوعن و عوامل متعددی بر اون اثر گذاره که ایدئولوژی‌ها اون رو به مردم نشان نمیدهند، به دلیل اینکه عموم جامعه ذهن ساده‌ای داره، مشکلات جامعه رو به آن شکلی که باید و شاید درک نمی‌کنه. به همین دلیل ایدئولوگ‌ها سعی می‌کنن پیچیده‌ترین مفاهیم رو در قالب ساده‌ترین تعابیر برای مردم بیان کنن. این کار ایدئولوگ‌هاست. افرادی مثل شریعتی‌ها، بازرگان‌ها و از آن طرف مطهری ها و دست غیب ها و دیگران کارشون همین بوده که فکر کنن جامعه مدرن، یک جامعه پیچیده، یک جامعه ارگانیک مثل سرزمین حجاز 1400 سال قبله، یعنی ما میتونیم اقتصادمون رو همون گونه اداره بکنیم، زنان ما همون گونه باشه. کتاب هایی که اینها نوشتن در مورد زنان رو بخونیم، در مورد پدیده‌های اجتماعی رو ببینید. حالا آخونده که تکلیفش مشخص بود، مطهری‌ها و رفسنجانی‌ها و بهشتی‌ها و اون منتظری‌ها تکلیفشون مشخصه. مشکل برمی‌گرده به افرادی مثل بازرگان‌ها و شریعتی‌ها که در غرب درس خواندن، می‌دونن پیچیدگی‌های جامعه چیست، می‌دونن یک جامعه چگونه در مسیر رسیدن به یک هدف دچار افت و خیز میشه، فراز و فرود میشه، اما پدیده رو برای عوام الناس ساده میکنه. گویی اگر ما قرآن رو اجرا بکنیم دیگر فساد برداشته میشه، دیگه همه چیز تبدیل میشه به دوستی، به مودت، به شادی. عوام جامعه فریب میخوره. وقتی ایدئولوژی حاکم میشه، توقع داریم که خب این وعده هایی که دادید چه شد؟ دیو که بیرون رفت، فرشته هم که در آمد، اما وضعیت ما که بدتر شد. خب داستان به کجاست؟ کجا ایراد داره؟ در اینجا ایده برمی کردن و میگن نه، ایدئولوژی ایراد نداشت، کارگزارانش ایراد دارن. اینکه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، فرار از واقعیت. امروز هم همین پدیده رو داریم. عده‌ای معتقدن که اسلام که ایرادی نداره، آخوندها بدن.
اما وقتی سوال کنید که چرا 50 و اندی کشور اسلامی وضعشون یکی از یکی بدتره، شما اگر این پول نفت رو کنار بگذارید که از زمین بیرون آمده، همین شیوخ حوزه خلیج فارس رو برید نگاه بکنید، نه علمی تولید کردن نه دانشی دارن، همه رو از جای دیگری اقتباس کردن، انتحال کردن، گرفتن و دارن استفاده میکنن. چرا بعضی کشور اسلامی پس اینه؟ همه کارگزاران بدن؟ نه، مسئله بر سر اینه که اینها نمیخوان اون اصول رو مورد نقد قرار بدن. شما نهج البلاغه رو بده به دست هر کسی، بگو این رو اجرا کن. نتیجه ای که ایجاد میشه همان حکومت علوی است که ما داریم اون رو تشریح میکنیم، تا به همین حکومت ولایی میرسیم که جنبه هایی از همان تفکر علی رو داره اجرا میکنه. خیلی از جنبه هایی رو هم که اجرا نمیکنه به دلیل شرایط بین المللی، اگر انجام میداد بعضی ما خیلی بهتر بود. شما در نظر بگیرید علی ابن ابی طالب 4 سال و حدود 10 ماه خلافت کرد، جنگ های داخلیش رو نگاه بکنید، ورشکستگی نخبگانی و حکومتیش رو نگاه بکنید، سرکوب های داخلیش رو نگاه بکنید. اما ایدئولوگ اینها رو به شما نمیگه، چون هدفش آگاهی مردم نیست، هدفش تحمیق مردمه، توده ای کردن مردمه، به خدمت گرفتن مردم. و اون مردم وقتی جذب اون ایدئولوژی شدن به وعدهاش باور پیدا میکنه. در شوروی کمونیستی هم همین بود، وعده هایی داده میشد که ما مملکتمون رو تبدیل میکنیم به کشور کار، کارگر دارای افتخار میشه، دارای بزرگی میشه، این سرمایه دارانی که مملکت ما رو خراب کردن تمام مشکلات به گردن اونهاست رو بیرون میکنیم، بعد ببینید کارگران چقدر وضع خوبی خواهند داشت. و وقتی تاریخ شوروی رو نگاه میکنید، اون وقت متوجه میشید که بدبختترین ها همون کارگران بودن، رؤساشون در اون کاخهای تزارها و نمایندگانشون بودن، ماشین های ضد گلوله داشتن، انواع مواهب رو در اختیار گرفته بودن، اما اون کارگر بدبخت مجبور بود به جای 10 ساعت کار 20 ساعت کار 16 ساعت کار بود. کاخ نشینان پهلوی رفتن، آخوندها رفتن تو همون کاخا نشستن، بعد میگن ما به دنبال حکومت مستضعفان بودیم. نایب ولایتی که وزیر امور خارجه بود در جمهوری اسلامی و الان مشاور رهبره، در کاخ خودش زندگی میکنه، بعد مردم رو دعوت میکنه که مثل مردم یمن زندگی بکنید، لنگ ببندید، چیزی نخورید. اینا کسانی بودن که مدعی بودن که کاخ نشینا رو باید بیرون کرد، به کوخ نشین ها اهمیت داد. اما وقتی ملت تحمیق شد، حافظه خودش رو از دست داد، اختیارش رو در دست این جماعت ایدئولوگ و کارگزارانش داد، دیگه فرقی نمیکنه، چشماش کوره که ببینه همون آقای ولایتی الان تو کاخه، همون هاشمی رفسنجانی در فلانجا نشسته، همون دربار فاسد الان شده بیت رهبری 100 برابر فاسدتر. اینا رو نمیبینه. دستگاه های فکری وجود داره، سفله پروری میکنه. یکی از اون دستگاه دینه، یکی از اون دستگاه ایدئولوژیه، جایی که انسان اجتماعی رو به قدری حقیر میکنه که قدرت داوری نداره. فاصله میان انسان و حیوان عقل و خردشه، انسانی که میسنجه، سنجش میکنه که این کار درسته یا نه. وقتی شما اون قوه خرد رو از او بگیری، او رو در شأن یک حیوان پایین آورد. انسانی که مجذوب ایدئولوژی میشه به همچین وضعی دچار، کاری میکنه که حتی حیوانات هم نمیکنه. شما کمتر دیدید حیوانی هم نوع خودش رو بدره بکشه، اما انسان این کارو میکنه. شما در زندانهای جمهوری اسلامی نگاه بکنید، انسان به چه درجه ای باید برسه که
معرفت و اخلاق و انسانیت رو فراموش کنه، به دختر مردم تجاوز کنه، پسر خودش رو بکشه، خانواده خودش رو لو بده که ببرنش اعدام کنن. بعد بعضی از این افراد صحبت از احترام میکنن، عقاید مردم محترم است. نه عزیز من، کدام عقاید محترم؟ عقیده این محترمه که از تضارب آرا و اقامه دلیل و ارائه اسناد موفق بیرون بیاد، وگرنه محترم نیست. اگر من عقیده ای دارم میتونم ازش دفاع بکنم، میتونم اسناد و شواهدشون بدم، اون وقت میگیم این عقیده درسته. وگر عقیده ای که خودش رو کنار گذاشته، میگه من محترمم، البته مقصودش اینه که منو نقد نکن. وگر عقیده ای که قوی باشه با نقد که از بین نمیره، میمونه. مثلا تاریخ علم برای همینه که هر تئوری، هر نظریه‌ای توانسته خودش رو نشان بده ماندگار شده. وقتی نظریه جدیدی آمد، تئوری جدیدی آمد که نظریه قبلی نتونست خودش رو در برابر اون پیروز کنه، کنار رفت. وقتی ما صحبت از علم می کنیم، در علم هیچ چیز قطعی و یقینی وجود نداره. من امروز به بهترین نظریه یا تئوری رسیدم، اما ممکنه فردا تئوری من زیر سوال بره، چیزای جدیدی پیدا بشه که این اندیشه من رو رد کنه. برای همینه که در علم ما چیزی به نام احترام نداریم که بگید به عقیده فلان فیلسوف، به عقیده فلان شیمیدان، فیزیکدان احترام بگذار. نه، چیزی نیست. احترام کلام به سربلندی او با اقامه دلیل. اما ادیان این کارو نمیکنن، ایدئولوژی ها این کارو نمیکنن. دین نمیاد بگه با من رقابت کن، منو نقد کن، اون وقت میبینی من چقدر دلایل قوی دارم. چون خودش هم میدونه برای یک پای سست استواره، میگه منو نقد نکن. تمام علمای اسلامی در ایران جمع شدن احمد کسروی رو بکشن. اون شیخ‌های گردن کلفت و آیت الله های نجف و کربلا و سامرا و عتبات گرفته تا شهر قم و اصفهان. خب چرا جواب اون آقا رو نمیدادید؟ نهای نواب صفوی از نجف پول گرفت، آمد در تهران، شروع کرد صحبت کردن با آقای کسروی، دید ده نمیتونه، حریفش نمیشه، جوابی نداره بده. دستور داد که آقا اینو حذفش کنی، بکشیمش. یک انسان میتونه به راحتی یک دینی که مدعی از جانب خدا آمده، 1400 سال علما و متکلمان و محدثان و مفسران و گروه های مختلف او رو تقویت کردن، در برابر یک انسان و نقدش پاسخگو نیست. هنوز امروز هم همین وضعیته. بعد یک عده میگن ببینید ما چه پهلوانی هستیم. خب پهلوان بودن شما اسلام رو در کجا ما میتونیم ببینیم که یک شخص میتونه با نقد، با نوشتن یک کتاب، اون تفکر شما رو زیر سوال ببره؟ ترس شما از اینه که مردم آگاه بشوند؟ بله، چون این مردم سرمایه‌ای برای دوشیدنه. کجا من میتونم افرادی رو پیدا کنم بگم یک پنجم کار کن، یک پنجمشو بده به من؟ الان فکر کنید من ایمان سلیمانی برم در خیابان‌های تهران بگم آقایون یک پنجم کار بکنید بدید به من از سودتون. مردم اگر یقه من رو نگیرن، چند تا بد و بیراه بار من میکنه. اما دین کاری میکنه که نه تنها بد و بیراه بشنوه، بلکه شما تمام زحماتتون رو ببرید دم خانه آقا تقدیم کنید. اونم نه آدم های عادی، مهندس بازرگان ها، دکتر برومند ها و خیلی های دیگر که خمسشون ترک نمیشد، حجشون عقب نمی افتاد. دین یک دستگاه سفله پروره، به دلیل اینکه مربوط به دوران گذشته است.
سابقش برمیگرده به انسانهای اولیه، انسانی که درکی از فضا نداره، درکی از زمان نداره، درکی از پدیده های پیرامونش نداره. زلزله میاد میترسه، برای اون یه علت جستجو میکنه خدا. سیلی میاد، طوفانی میاد، بیماری میاد، خب شما باید به دنبال دلیل باشید. انسان اولیه که دلایل اینها رو نمیدانست، وصلش میکرد به یه موجود ماورایی. امروز که علم جنبه های زیادی از این پدیده های طبیعی رو برای ما روشن کرده، اما یه عده هنوز دیندارن. چرا؟ چون اون قوه عقل و خرد برای اینها دیگه معنی نداره. این آقای عبدالعلی بازرگان و این نواندیشان رو دیدی؟ صبح تا شب تو این تلویزیون اراجیف به مردم تحویل میده. میگه سوره جن چیه در قرآن؟ میگه جن همون اتمه، جن همون نگاه های علمی امروزه. فردا پس فردا میگن آقا این اجنه همون هوش مصنوعی هست. داده بود پیامبر. تا ما نمیفهمیدیم که این غربی ها هوش مصنوعی رو تولید کردن، ربات تولید کردن، انواع و اقسام اینو ساختن، همه همین هاست. آقای عبدالعلی بازرگان. بعد میگم ما سفله نیستیم که، ما اندیشمندیم. به ما میگن نواندیش دینی. بعد یه دم کنار نشستم میگم ببین چه تفسیر قرآن میکنه. تا زمانی که این دستگاه ها بینندگان عزیز کار میکنه و به قدری بر ذهن ما نفوذ داره، ما قوه خرد و داوری رو از دست میدیم. ایدئولوژی ها هم همین. اون کسی که یهودیان رو کامیون کامیون میفرستاد به اتاقهای گاز، یک ذره نمیاندیشه که او هم انسانه، فقط در یه خانواده یهودی مثلا به دنیا، او هم انسانه. حالا ممکنه آریایی نباشه، نژادش فرق داشته باشه، میگه نه، اون دستگاه ایدئولوژیک به قدری رو اینا کار کرده که اصلا افراد دیگه شأن انسانی ندارن. بنابراین با این دستگاه های فکری باید کار کرد و باید به اصلش هم پرداخت. بعضی ها من میبینم میگن آقا دوران علی که گذشته، دوران محمد که گذشته. نه، دوران اونا نگذشته. این که میگن تاریخ گذشته، به هیچ عنوان تاریخ هیچ وقت نمیگذره، تاریخ با ما هست. تاریخ به فرهنگ ما شکل داده، به عقاید ما صورت بندی کرده، پیکره بندی کرده. تاریخ هیچ ملتی نگذشت، امروز در ما زندگی میکنه. اون تاریخ رو باید زیر ضرب گرفت، اگر جای خوب بوده تقویتش کرد، جای غلط و غیر قابل دفاع بوده پسش زد. نه، سنت های ما محترمن، پدران ما خیلی خوب بودن، و اگه پدران ما خوب بودن چرا وضعمون اینه؟ یه جای کار ایراد داره. در جهان غرب هم پدرانشون خوب بودن، اما متوجه شدن که نه، این سننی که از گذشتگان به ما رسیده نتونسته جامعه خوب بسازه. همیشه با همه دعوا داریم. چرا؟ چون اجداد ما گفتن قبیله ما بهتر از بقیه هم. و چون ما بهترین، باید بریم اونا رو بگیریم، بجنگیم، بکشیم، مرتعشون رو بگیریم، منابع آبشون رو بگیریم. اگه تاریخ تمام سرزمین ها اینطوری نبوده، جنگ و کشتار رو، غارت اموال مردم و دیگر مسائل. همون تفکر وارد ادیان شده، وارد ایدئولوژی ها شده. اما امروز روز به روز انسان به جایی رفته که فهم کنه مهمترین جنبه‌ای که ما باید بشناسیم اینه که همه انسانن، دارای عقل و خردن، بنابراین اولویت هاشون متفاوته. یکی دوست داره یه دینی، یه باوری داشته باشه. من حق ندارم به صرف این که من چون این باور رو دارم به دیگری حقنه کنم که تو هم باید مثل من باشی، مثل من بپوش، مثل من بخور، مثل من زندگی کن، مثل من ازدواج کن. تا دست میذارید بر روی اصل موضوع،
کاسبانش دادشون میده هم. آقا این داره مغازه ما رو میبنده، به مشتری های ما احترام بذار. من میخوام بگم عزیز من، اون مشتری کالایی که این آقا داره میده مسمومه، معیوبه، ما خوردیم بیمار شدیم، شما نخور بیمار میشی. یا نه، بذارید به مشتریامون تبلیغاتمون رو بفروشیم، بگیم این مغازه ایدئولوژی که ما خیلی خوبه، ایران رو بدید به ما، ما آبادش میکنیم. 40 ساله دارن آباد میکنن قبرستون ها رو. پس این دوگانه انگاری وعده هایی به شما میده با ساده کردن پیچیده ترین مسائل، و بعد برمیگردیم باورش میکنیم. امروز هم همین داستان. سلیمانی امیری اگر بیاد مسائل مبنایی رو مطرح کنه، میگه چه حوصله ای داری یا اینا رو به ما نگو. هم اگه یه روزنامه نگاری بیاد 100 تا دروغ به اینا بگه، بله خامنه‌ای نشسته بود با اون یکی داشتن صحبت میکردن، گفت من این کار، همه میشنن گوش میدن. فضای رسانه‌ای ما شده روزمرگی، بگردیم خامنه‌ای مثلا با اون یکی چی صحبت کردیم. یه حادثه اتفاق میفته در تهران، فرض کنید کشتن هنیه، هنوز هیچی بیرون نیامده، کارشناسان ایرانی شروع کردن به اینکه تمام اون پرونده انگار رو میز اون آقای کارشناسه، داره میگه چه ساعتی، کی دستور داده، کی زده، چطور شد. چرا؟ چون میفروشه، این فروشش خوبه این بازار. هر کی مبنایی تر صحبت کنه 50 نفر میبینن، هر کی مزخرفتر میگه متوهمانه صحبت میکنه 50,000 نفر میبینن. بعد میگن چرا ما آگاه نمیشیم؟ چون شما دنبال قصه ای. دیوید هیوم یه تعبیر جالبی به کار میبره در مورد اینکه انسان ها چه اندازه دوست دارن مزخرفات رو بشنون، چیزهای عجیب و غریب رو باور کنن. میگو وقتی این ملوان ها میان، تو با کشتی میرفتن در دریاها و به چند ماهی زمان میبرد، وقتی برمیگشتن میگفت تو این اسکله ها، تو این بندرها مردم جمع میشدن که مثلا فلانی آمده بعد از 2 ماه 3 ماه 1 سال، بعد اونم شروع میکرد تعریف کردن که بله مثلا ما یه اژدهایی دیدیم در دریا، پری دریایی دیدیم، نهنگ های عجیب و غریب دیدیم، که همش هم دروغ بود دیگه. حالا خب چون خریدار داره، مردم دور این اسکله ها جمع میشن و اینها. بعد هیوم میگه ما میبینیم اینا نشستن و اون هم همینجوری داره هر مزخرف و مهملی رو میگه، چون اینا ذهن منطقی رو سوال میکردن. آقا این حرفی که میزنه اصلا تطبیق نمیکنه. ولی خب مردم ساده ده میشینن برای ساعت ها گوش میدن. حالا رسانه ها شبیه اسکله ها شده، تمام پشت پرده رو اون کارشناس بلده، هر کی دروغگوتر کارشناستر نزد مردم ما. خامنه ای نشسته بود با اون یکی داشتن صحبت میکردن و این گفتم بود. خب تو از کجا فهمیدی اون وقت؟ یا خامنه ای باید بهت بگه یا اون آقایه که مشاورشه، مگر تو از کجا فهمیدی؟ دستگاه استراحت سهم داری اونجا؟ مهم نیست، مهم اینه که اون چی میگه ما هم باور کنیم. برای همینه که تحلیلگرای ما 100 نفرشون که 100 تا تحلیل میکنه یکیش درست در نمیاد. ایران 2 روز دیگه اسرائیل رو میزن، انگار پرونده شورای امنیت جلو ایناست. بعد میشه میگیم 2 هفته شد چرا نزد؟ بیایید از این قصه پردازی ها، روی صحبت هم با اونا نیست، اون کارشناس ها نونشون تو این کاره، زندگیشون اینجوری، چیز دیگه ای که نمیتونن. که کارهای اصولی نیاز به خواندن و مطالعه کردن داره، باید وقت بذارید. آدم بیکار کمه مثل من، من بیکارم، آره آدم های دیگه بیکار نیستن، همه کار دارن. برای همین نگاه میکنن یه خبری، همین الان خبر فوری میدن، شروع میکنه طرف 2 ساعت تحلیل. دیگه تو خیابان میکشن، ایران اینترنشنال زنگ میزنه آقای فلانی کارشناس بفرمایید، اونم تمیز شروع میکنه. یعنی مسائل مهم رو پیچیده و بسیار چند لایه ساده تعبیر شما میده، شما باور میده. ایدئولوگ ها هم بر روی همین پایه ایستادن،
جایی که مشکلات جامعه که بسیار عمیقه برای شما در یک خط توضیح. شما فکر میکنید که خب بله مشکل اون آقاست، این آقا بیاد حل میشه. دومین مسئله دوگانه سازی زمانی است که به مرور اون وعده ها تحقق پیدا نکنه. یعنی من میگم مبارزه با فساد میخوام بکنم، قدرت رو وقتی گرفتم مدارا میکنم با فاسدان، 2 سال میگذره، 4 سال میگذره، 5 سال میگذره، مردم سوال میکنن که خب چی شد پس، این وعده ها چی شد؟ وقتی نتونم دیگه بسیار برای من خطرناک میشه، یا اعتبارم رو از دست میدم، یا همون مردمی که احساس میکنن فریب خوردن در برابر من میست. یه شکست ها ایدئولوژی ها معمولا بعده پیروزی دمادم میدن، هر لحظه ما پیروز میشه، اما وقتی اولین بار شکست بخورید بلا فاصله اون هیمنه میشکنه، اون هژمونی از بین میره. این پدیده در مورد کسانی که از خودشون یک نگاه الوهیتی به جامعه میدادن وجود داره. مثلا شما شاه اسماعیل صفوی یه همچین ویژگی داشت. رضا باشان معتقد بودن که او یک ویژگی خاصی داره که ائمه و خدا و اینا ازش حمایت میکنه. پیروزی های اولیه او هم دقیقا به او کمک کرد. اما زمانی که در چالدران شکست خورد از اون سلطان سلیم عثمانی، به شدت در روحیه و اثر بدی گذاشت. در نتیجه حتی آوردن که به هیچ جنگ دیگه ای نرفت و یک تشکیکی در میان قزلباشان ایجاد شد. آلمان نازی هم همین وضعیت رو داشت. پیروزی های اولیه بسیار سریع و قدرتمندانه تا زمانی که به یک شکست منجر شد، خیلی از مردم آلمان سوال پرسیدن که چرا؟ چون میدونید در آلمان گفتون این رایش، یعنی رایش سوم، 1000 ساله خواهد، 1000 سال دوام خواهیم کرد. این اندیشمندان دوربر آی آدولف هیتلر معتقد بودن رایش سوم 1000 سال دوام، مثل همین آخوندا که بودن تا قیام مهدی ما هستیم، خمینی رو نگه تا ظهور آقای امام 12 امام ما رو نگه. بلا فاصله با اولین شکست رژیم های ایدئولوژیک به شدت دچار مشکل خواهند شد، چون باید توجیه کنند که چرا اون برنامه های الهی یا تاریخی یا نژادی اینجا جواب نداد. ما اگر میگفتیم اینا نژادهای بدبختی هستن، چطور بر ما پیروز شدن؟ اگه اینا کودن و صفی هستن، چطور تونستن این همه تکنولوژی بسازن؟ چرا این وعده هامون اجرایی نمیشه؟ بنابراین خیلی مهمه که ما بعدها در جنگ صفین وقتی نگاه بکنیم میفهمیم چرا طولانی شدن جنگ نزاع ایجاد کرد، چرا شکست ها و کشته شدن خیلی ها در درون نیروهای علی تشکیک ایجاد کرد، چرا عقب نشینی ها تشکیک ایجاد میکنه، که مثلا حکمیت یکی از اوناست. اینکه خمینی میگه من جام زهر نوشیدم برای اینکه او قصد پیروزی داشت، جنگ تا پیروزی، اما حالا که من قرار قطعنامه بپذیرم پس مجبورم توجیهش بکنم. اما نیت شاشکار میگه همانند یک جام زهر برای مسئله دیگر نزاع نخبگانی است که بسیاری مسئله مهم. رژیم های ایدئولوژیک بدون اینکه بفهمن جامعه متنوعه، جامعه متکثره، در نتیجه ارزش ها هم مختلفه، اولویت ها مختلفه، مطالبات مختلفه، جهان بینی ها متفاوته، به دنبال این هستن که یک ایدئولوژی رو معرفی بکنه. خب این ایدئولوژی یه ارزش ثابت داره، نقش های ثابت داره، مطالبات ثابت داره،
وقتی شما حاکم شدی با نخبگان دیگر چه میکنید؟ چطور میخواید با نخبگان دیگه کنار بیایید؟ خب نخبگانی هستن که ارزشاشون با شما متفاوته، عقایدشون با شما متفاوته، ایدئولوژی های دیگری رو دوست دارن، با اونا چیکار میخوای بکنی؟ در نتیجه با سرکوبشون کنی، به خصوص وقتی جوامع پیچیده تر، امروزی تر، مدرن تر و متنوع تر میشه. وقتی رژیمی در آلمان نازی میخواد قدرت بگیره، با یک جامعه متکثر روبروه، اندیشه های مختلف سیاسی هستن، مذهبی هستن، گروه های مختلف اجتماعی هستن، خب اونو چکار میکنید؟ چون شما یه بسته ای داری ارائه میکنی که تو این بسته بقیه نژادها جا نمیشن، بقیه گروه ها نخبگان جا نمیشن. چیکار میکنی؟ سر تو راهش تنها سرکوبه، چون من اونا رو به رسمیت نمیشناسم. اینکه خمینی آمد در درون ایران تصفیه حساب ها شروع شد، برای چه بوده فکر میکنی؟ دعوای خصوصی داشتن با هم؟ از قیافه هم دیگه مکدر می شدن؟ نه، نزاع نخبگانی. دیدید دیگه وقتی آمد یه حکمی داد دست اون آقای مهدی بازرگان، گفت این آقای دولت امام زمان. بعد که دولت اومد برنامه های خاصی داشت، گفتن آقا اینا لیبرالن. خب لیبرال یعنی که ارزشاش با اسلام مخالفت داره، اینا غربی هن. نگاهشون رو به سمت غرب. بعد به مرور زمان بر سر قوانینی مثل قصاص و چیزهای دیگر اختلاف رخ داد، بر روی سیاست بین الملل دولت بازرگان بر این بود که ما بریم با امریکا مذاکره بکنیم، گفتگو بکنیم. از اون طرف در داخل برخی از این نخبگانی که آخوند بودند و اسلامگرا رفتن سفارت امریکا رو گرفت. چرا؟ چون ارزش ها با هم منطبق نیست. مجاهدین خلق چون ارزش هاشون با جمهوری اسلامی تطبیق نمی کرد، شروع کردن به درگیری با هم. بعد هم گروه های دیگر تصفیه شدن. در آن طرف هم گروه های قومی، ترکمن ها، کرد ها، بلوچ ها، کسی نبود که از جمهوری اسلامی ضربه نخوره، به خاطر اینکه ایدئولوژیش یه ایدئولوژی محدوده، فقط یه عده مخلص توش جا میشن، متعهد، گاهی بهشتی میگفت. پس این دوگانه سازی وقتی به قدرت میرسه، در درونش مخالفان خودش رو شناسایی میکنه و در صدد نابودی اون نخبگان بره. اگه شما یک روستا بود، یک جامعه یک دست بود، بر نزاع نخبگانی رخ نمیده، چون ارزش ها نزدیک به هم. یعنی شما اگر به مدینه نگاه بکنی، این نزاع نخبگانی رخ نمیده، بعضا ناراحتی وجود داره. در حکومت ابوبکر و عمر و اینا ناراحتی های میان خودشون بود، هم خیلی محدود بود، که اون هم باز برمیگرده به اختلاف قبایل. اما زمانی که علی وارد کوفه میشه، کوفه در یک منطقه واقعه که اندیشه های ایرانی در اون هست، اندیشه های یمنی ها یعنی اون جهادگران از یمن آوردن، در کنارش یک فرهنگ غنی گذشته وجود داره، افکار جدید وارد میشه و در نتیجه شما با یک محیط متنوع روبرویی. ارزش هاش به سادگی قابل دستیابی نیست. این فرهنگ در طول تهاجم، یعنی از زمان عمر که در نظر بگیرید، از سالهای 13 و 14 به بعد، با ساختن کوفه و بصره در حدود سالهای 16 و 17 دیگه تبدیل شده به یک شهری که در اون گروه های مختلف وجود داره. خب وقتی من میخوام برم در اونجا حکومت کنم، باید بدانم آن شهر یک شهر متنوع است، یک شهر متکثره
و اگر من با ایدئولوژی بسته برم، از همون روز اول دچار مشکل خواهم که علی ابن ابی طالب دچار این مشکل شد. یعنی اون دوست مسلمان میگه کوفی بی وفاست، این رو نمیفهمه که وفاداری در درون یک ایدئولوژی معنی پیدا میکنه، که من وفادار به اون ایدئولوژی ام، بقیه مطالبات و ارزش هامو دیگه نادید میگیرم. پس اگر میخواید فهم کنید چرا علی در کوفه مشکل پیدا شد از همون اول، برای اینکه که کوفه رو نشناخت. من وقتی میخوام در یک جامعه متکثر حکومت کنم، باید دست از ایدئولوژی های محدود بردارم. اینو برای امروز هم دارم عرض میکنم. در اپوزیسیون هر سیاست مداری که تنوع و تکثر ایران رو نشناسه به شکست میزنه. شما فرض کن من سلیمانی ایدئولوژی بسته ای رو ارائه کنم، بگم ناسیونالیسم یعنی این، سوسیالیسم یعنی این، لیبرالیسم یعنی این که من دارم میگم، و منم مفسرشم، نمایندشم، نمادشم، هر چیزی. وقتی وارد ایرانی بشم که در درونش این همه تنوع وجود داره، از گروه های مذهبی مختلف، گروه های اجتماعی مختلف، اقوام مختلف، و بعد بخوام اون اندیشه رو بیارم، یک نزاع نخبگانی رخ خواهد داد، چون در ایدئولوژی من دیگران جا نمیشن. یا درس های تاریخ، یک سیاست مدار وقتی تاریخ رو میخونه باید فهم کنه که چرا عثمان در درون اون جامعه کمتر با این مشکلات مواجه و علی بیشتر مواجه. دلیلش هم واضحه، چون کوفه بسیار متکثر و متنوع، گروه های مختلف وجود دارن. اگر نگاه هم یک نگاه موسع نباشه، نگاه توسعه یافته نباشه، دچار مشکل میشه. شما این نگاه در معاویه میبینید، یعنی معاویه با اقوام مختلف به تناسب دیدگاه اونا برخورد میکنه. هرچند او 20 سال از دوران عمر والی شام بود، البته او بعد از برادرش یزید، یعنی یزید ابن ابی سفیان که فوت کرد، برادرش معاویه آمد. یه یزید هم فرزند معاویه است. اما در زمان فتوحات برادر بزرگ معاویه یعنی یزید بود که یکی از سرداران سپاهی بود که عمر میفرستاد. او والی شام بود، بعد فوت کرد، برادرش معاویه آمد. اما اگر میخواید نگاه بکنید چرا مثلا در فیلم هایی مثل امام علی یا بعضی از این فیلم هایی که جمهوری اسلامی ساخته، معاویه سیاستش قوام و دوام داره، به خاطر اینکه گروه ها رو میشناسه. ما خواندیم که شرحبیل ابن سنت کندی رو فرستاد. چرا؟ چون میخواست طبق همون دیدگاه شرحبیل نشون بده که علی حاضر نیست قاتلان رو تسلیم کنه. نیومد بگه هرچی من گفتم باید گوش بدی. او جامعه متکثر شام رو میشناخت، متناسب با اون رفتار کرد. به همین دلیله که وقتی به یزید داره سفارش میکنه، بهش میگه اگر کوفیان والی رو از تو درخواست کردن، مطابق میل اونها بفرست، چون فرستادن یک والی بهتر از اینه که 100,000 شمشیر بر علیه تو بلند شد. سیاست باید اینطوری فهم کرد. اگر من شمشیر ذوالفقارم رو پشت گردنم میندازم، میرم اونجا هر کسی رو کشتم، هر کسی رو هم نکشتم، متناسب با معیار خودم، قوت پا نمیگیره. اینکه جمهوری اسلامی هر روز در بی‌ثباتی به سر میبره، برای اینکه نزاع نخبگانی وجود داره. هر روز نخبگان جدیدی وارد این فضا میشن، جمهوری اسلامی به اونا سر ستیز داره، میگه نه من ارزشاتون رو قبول ندارم، نگاهتون رو قبول ندارم. دیگه حتی خودی های سابق رو هم کنار گذاشته، میگه 4 تا از اون آخوندهایی هم بودن در گذشته، امروز به قدر این ایدئولوژی و تفکر بسته میاندیشه، بسته عمل میکنه، که حتی هاشمی رفسنجانی ها هم بیرون هم باید نابود شن، افراد دیگه باید ترک شن. پس این نزاع نخبگانی رو دست کم نگیریم.
جامعه امروز ما خیلی متفاوت تر از جوامع گذشته است که ارزشهاش یک دست بود، اختلاف و انشقاق کم بود. امروز ارزش های داخلی و قومی و فرهنگی و هزاران چیز رو کنار بذارید، ارزش های جهانی ایجاد شده. شما یه ایدئولوژی داری حقوق بشر رو قبول نداره، خب اون نخبگانی که به حقوق بشر باور دارن چیکار باید بکنن؟ مجبورن که با حقوق اسلامی زندگی بکنن؟ خب به زندگی نخواهن کرد. حالا برای شما مجبور به سرکوب اونا میشید. این ایدئولوژی بسته علی به اندازه‌ای بود که یک معیار تعیین کرده بود، یا با منی یا با اونایی. بذار یه نمونهش رو بخونی در مورد یکی از افراد نخبه به تعبیر آن زمان عرض کنم، یعنی افراد شاخص قبایل، گروه های مختلف، به نام حنظله بن ربیع، معروف به حنظله کاتب، چون چند نامه برای محمد نوشت در واقع، یعنی محمد به او گفت نامه بنویس. پس جز صحابه پیامبر اسلام، آدم محترم در درون کوفه. ببینیم علی با او چگونه برخورد میکنه. همین نگاه بسته نگاه بکنید چگونه میتونه مشکل ایجاد کنه. اندکی بعد علی به دنبال حنظله بن ربیع، معروف به حنظله کاتب، که از اصحاب پیامبر اکرم بود فرستاد. به او گفت ای حنظله، آیا بر ضد منی یا با منی؟ دقیقا ایدئولوژی این کارو میکنه. ولایی هستی یا نه منافقی؟ ملی هستی یا اجنبی هستی؟ آریایی هستی یا نه مال مسلمانی؟ یا یعنی این دوگان سازی های یا بر من یا ضد من مربوط به فرهنگ های انسان های اولیه بود، ادیان اولیه، وارد ایدولوژی هاش. حالا طرف وارد کوفه شده، یه غربالی گرفته دستش، اونم ایدولوژیشه، میره سراغ صحابه محمد. حالا مردم عادی که دیگه جای خود، دنبال صحابه محمد، آقا تو با منی یا بر منی؟ گفت نه بر ضد تو هم و نه با تو هستم. معقول ترین پاسخ خدا، آقا شما یه نزاعی دارید، یه درگیری دارید، من به عنوان یک انسان، به عنوان یک حالا بگیم شهروند آن زمان که میخوام تو این شهر زندگی بکنم، وارد این نزاع ها نمیخوام بشم. اون یکی میگه تو قاتلین عثمان رو پناه دادی، تو هم میگی نه، نزاع بین خودتونه. میگه نه بر ضد تو هم نه با تو هم. گفت پس چه میخوایی؟ گفت خواهم که مرا به روها بفرستن. روها یک شهری بود بین منطقه موصل و شام، و مثلا شهرم میخوام برم. یعنی فضای شهر به قدری سنگینه که شما دارید میبینید، اونایی که احساس میکنن که تو اینجا تفتیش عقاید صورت میگیره، به صرف اینکه من با تو نیستم، من رو مورد مؤاخذه قرار میدن. ببینید دوگانه سازی این کارا رو میکنه، کشور رو از سرمایه هاش محروم میکنه، چون یه معیاری میذاره که تو اگر میخواید اون شهر کاری بشی باید اون معیار رو پاس کنی، باید اون ارزش ها رو داشته باشی، وگرنه کارت نمیدیم. که رژیم های ایدئولوژیک، سرمایه های انسانی و نخبگانی به دلیل همون نزاع کشور رو ترک میکنن. نخبگان فقط نخبگان فکری نیستن، نخبگان اقتصادی، صاحبان سرمایه. وقتی شما یه فیلتر بذاری که آقا با حکومتی یا نیستی، اگر نباشی مال تو مصادره میکنن، خب بگه من ثروتم کجا بذارم، کجا کار بکنم، میرم کشور دیگری، پولمو میگیرم و میرم جای دیگری، از من پذیرایی هم میکنن، استقبالم میکنن، به من احترامم میذارن.
این که میبینید حنظلت ابن ربیعی میگه من میخوام برم برای که شهر دیگه جا برای این افراد نداره. از این حنظله ها زیاد بودند. مثلا جریر ابن عبدالله بجلی از یاران علی بود، گفت آقا نه من با تو هم نه با معاویه هم. شما یه نزاعی دارید، پیک علی هم بود نامه برده بود به سمت معاویه. آنقدر به او سوء ظن داشتن که او مجبور شد شهر رو ترک کنه. علی دستور داد برید خونش رو بسوزونید. شما به اون جف فقط نگاه بکنید در کوفه چه خبره. اینکه شهرهای رژیمهای ایدئولوژیک خالی میشه از انسانهای نخبه، برای همین چون اونا یه عده سفله دوربر خودشون میخوان که براشون تبلیغ بکنن، مدعی بکنن. شما دیگه نخبه نمیتونید پذیرایی کنید. میگه آقا منو بفرستید، من میخوام برم روها، اجازه بدید من برم یه شهر دیگری زندگی بکنم. زیرا خود فرجی باشد در آنجا درنگ میکنم تا این جریان سپری شود. من میرم و ببینم نزای شما به کجا میرسه. پس نیکان بنی عمرو ابن تمیم، این کتاب آقای نصر ابن مزاحم منقری است، بقعت و صفین، از مورخان شیعه و جز متقدمانش، که کتاب بقعت و صفین او یک منبع بسیار دقیقی است برای شناخت هم حکومت علی در کوفه و هم جنگ صفین. اینجا وقتی میگه پس نیکان، منظورش همون تندروها هستن که در ادامه داستان معلوم میشه. اما به کلمه فقط شما دقت کنید، یعنی مخلصان، ولایی های خودمون به اصطلاح امروزی. پس نیکان بنی عمرو ابن تمیم که وابستگان او بودند از این گفتار وی سخت خشمگین شدند. به ایدئولوژی می چیکار میکنه؟ یعنی من اگه بگم نیستم، بابام یقمو میگیره، مادرم به من میگه پسرم برو به جنگ، برو ببین آقا چی میگه. و او به دیشان گفت به خدا سوگند که شما نمیتوانید در دینم مرا بفریبید. آقا من صاحب تشخیصم، میگه شما میگید بیا به جنگ، من فریب شما رو نمیخورم، رهایم کنید که من از شما داناترم. گفتن به خدا سوگند اگر همراه این بزرگ مرد یعنی علی و با ما نیایی، یعنی نیایی بریم به جبهه جنگ، نمیگذاریم فلان زن، یعنی منظورش همسرش، و فرزندش با تو بیاین. میگه اگه با ما نیایی زن و بچه تو نمیذاریم ببری. چون گفت میخوام برم روها، گفت نه اونا رو گروگان میگیریم. اگر خلاف این اراده کنی تو را میکشیم. این دوستان شیعه ما پاسخ بدن اینا رو. این حکومتی بود که شما میخواستید اجرا بکنید، جایی که اگر مردم حتی بگن آقا ما تو این ایدئولوژی شریک نیستیم، دشمنش هم نیستیم، اما افراد میان و زن و بچه تون رو گروگان میگیرن و میگن تو رو میکشیم. چون حنظله گریخ، علی فرمان داد تا خانهش را ویران کنند و سالار تمیم، بکر ابن تمیم و شبس ابن ربعی ویرانش کردند. در صفحه 138. بنابراین این نزاع نخبگانی که ما در موردش صحبت میکنیم در درون همون جامعه داره رخ میده. فقط حنظله نیست، عرض کردم جریر ابن عبدالله بجلی و خیلی های دیگر همین وضعیت رو پیدا کرد. یادتون هست من در همین مجموعه برنامه خواندم، زمانی که علی وارد کوفه شد گفت یک عده‌ای از شما تو جنگ جمل منو همراهی نکردید، به یارانش دستور داد برید به اونا دشنام بدید، بدگویی بکنید.
یعنی دستگاه تبلیغاتی به نحوی کار میکنه که اگر شما به همراه اون ایدئولوژی یا به همراه نماینده و نمادش حرکت نکنید، شما رو بدنام کنن. این دستگاه در جمهوری اسلامی چقدر کار کرده؟ به هر کسی که مخالف اون ایدئولوژی بوده چه انگهایی زدن. یعنی فضای فکری جامعه به واسطه اون تبلیغات و نویسندگان روزنامه های دولتی خیلی شاخص، مثلا در جمهوری اسلامی روزنامه کیهان این کارا رو میکنه، از گذشته هم میکرد الانش هم میکنه. اینا یک مأموریت ویژه دارن، پرونده سازی برای مردم، اونایی که احساس میکنن مخالفن، ثبات قدم ندارن برای اینکه پیرو ایدئولوژی باشن، چون رو چرا میکنن؟ بریم خرابشون کنیم، بدنامشون کنیم، بگیم اینا منافقن، اینا متزلزلن، اینا خواص بی‌بصیرتن. آن زمان که روزنامه ها نبود و تلویزیون نبود، علی ابن ابی طالب از کارگزارانش استفاده میکرد، مالک ابن حبیب و دیگر افراد اینا بودن، شرطداران علی، مسئولین دار و شرطه اینا میرفتن جار میزدن، فلانی فلان است، خانهش آتش میزدن، زن و بچهش رو گروگان میگرفت. چرا؟ چون با ما نیستن، ارزش های ما رو حمایت نمی کن. قبلا هم خوندم تو همین برنامه ها که دستور داد، گفت دو تا قبیله باهله و غنی اگر بیارید من همشون رو میکشم، کارم به سامان بشه دو تا قبیله، قبیله باهله و غنی، اینا رو میکشم. تو با ایدولوژی من همخوان نیستم. خمینی بعدا همین کارو کرد، حالا قبیله نبود، حزب. اگه علی وارد کوفه میشه میگه من این دوتا قبیله رو میکشم چون در همراهی با من سستن، بعدها خمینی که قبیله رو بروش نیست زابن اونا رو میکشه چون با ایدولوژیش همخوان نیست. در بقیه نظام های ایدئولوژیک هم همین، جایی که هر حزبی که مخالف ماست دفترش باید تعطیل بشه، روزنامهش تعطیل بشه. پس این دوگانه سازی در درون یک جامعه یک انشقاق نخبگانی ایجاد میکنه که سراسر جامعه در حال جنگه، همش خون ریخته میشه، یا اگر ایده هم شانس بیارن که فرار بود. به این بحث در آینده ادامه خواهیم داد، چون مطالب خیلی مهمیه که این اسطوره ها و الگوها در درون ایدئولوژی ها امروز باستولید میشن، چون افراد میخوان مثل علی رفتار بکنن. دیدید این پزشکیان رو، کلام مولا علی، میخوان مثل او باشه. دیگران هم همینن، در درون اون ایدئولوژی میخوان مثل اونا باشن. حالا بدون اون ایدئولوژی رو بشناسید، بعد متوجه میشید که بابا اینا دنبال چی هستن، چه جهنمی دارن به فکرش را که ایجادش بکنن، چه جلادان و قصابانی الگوهای اینها هستن. این مباحث رو در آینده ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر، پیروز و